همکارم بابک اسحاقی از تل آویو هم به ما پیوسته. بابک، تازه ترین واکنش ها رو در خصوص انتخاب یحیی سنوار به عنوان جانشین اسماعیل هنیه از تو بشنویم. شرر، پیش از این دقایقی پیش یک اتومبیل در جنوب لبنان هدف پهپاد اسرائیلی قرار گرفت، یک کشته و سه زخمی هم در اونجا به جا گذاشته. دنبال میکنیم تا هویت این شخص را جویا بشیم. در روزهای گذشته اسرائیل به حملات هدفمند خودش به افراد و اعضای ارشد حزب الله ادامه میده. برگردیم به نوار غزه و انتخاب یحیی سنوار به جای اسماعیل هنیه. در حقیقت نوار غزه به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش سیاسی و یکی بخش نظامی. سیاسی اون که داخل غزه یحیی سنوار و محمد دف این وظیفه را رهبری را به عهده داشتن، و در خارج از نوار غزه دفتر سیاسی در که در نزد اسماعیل هنیه و خلیل الحیا بوده. و پس از اینکه محمد دف کشته شد، یحیی سنوار تنها فردی بود که رهبری را در غزه به دست داشت و اسماعیل هنیه پس از کشته شدنش خالد مشعل و خلیل الحیا در حین مقابله با یکدیگر بودند تا ببینند که کدوم یک از اونها میتونه این رهبری را در اونجا به دست بگیره. جمهوری اسلامی ایران مخالف شدید خالد مشعل هستش که مخالف جمهوری اسلامی هستش، اما روز گذشته از اعضای 50 نفره هیئت حماس راه چاره تازه‌ای را پیدا کردن، و اینکه یحیی سنوار را هم به عنوان رهبری حماس در غزه و هم به عنوان رهبری حماس در خارج از غزه انتخاب کنند، به اختلافات پایان بدن. و در حقیقت در حال حاضر یحیی سنوار قدرتمندترین فرد در حماس هستش و تمامی تصمیمات در گفتگوها، توافق آتش بس و آنچه که در نوار غزه اتفاق بیفته به دست این شخص است. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو، ممنونم.